سرخط خبرها. امرالله سالمی گوید استخبارات آمریکا دو فروند چرخبال ساخت روسیه را به طالبان هدیه داده است. یک مقام پیشین استخبارات آمریکا گفته است که خلیلزاد فرد اشتباه برای رهبری مذاکره با طالبان بود. اعدام دو شهروند افغان در ایران. خودکشی یک دختر جوان در ولایت پکتیکا. دیدار حامد کرزی با وزیر خارجه جرمنی در مورد آموزش دختران در افغانستان. پناهجویان افغان با نوشتن نامه سرگشاده در پاکستان خواهان رسیدگی و مشکلاتشان شدند. و حمله انتحاری به یک پایگاه پلیس در زاهدان ایران. با چند خبر تازه و مهم از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. امرالله سالم گوید استخبارات آمریکا دو فروند چرخبال ساخت روسیه را به طالبان هدیه داده است. امرالله سالم معاون رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا دو فروند چرخبال MI-17 ساخت روسیه را به طالبان هدیه داده است. آقای سالم در تویتر نوشته است که این بالگردها اکنون در غرب فرودگاه کابل پارک شدند. با گفته او این چرخبال دارای شماره های 163 و 165 در حکومت پیشین توسط سازمان سیاه اداره می شد و برای تعمیر به امارات متحده عربی منتقل شده بود. امرالله سالی افزوده است که آمریکا این بالگردها را به عنوان بخشی از ضمیمه‌های مخفی توافقنامه دوحه به استخبارات طالبان هدیه داده است. طالبان تاکنون در مورد سخنان امرالله سالی ابراز نظر نکردند. یک مقام پیشین استخبارات آمریکا گفته است که خلیلزاد فرد اشتباه برای رهبری مذاکره با طالبان بود. رابرت گرونیر رئیس پیشین پایگاه سازمان استخبارات آمریکا در پاکستان از مدیریت مذاکرات آمریکا با طالبان در دوحه انتقاد کرده و گفته است که زلمه خلیلزاد فرد اشتباه برای رهبری این مذاکره بود. مذاکرات و توافقنامه دوحه منجر به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان شد که در نتیجه طالبان دولت افغانستان را سرنگون کردند و پس از 20 سال دوباره به قدرت رسیدند. از دید برخی از مقامات آمریکایی و افغان این توافق زمینه‌ساز سقوط افغانستان به دست طالبان بود. رئیس پیشین پایگاه سازمان استخبارات آمریکا در پاکستان هم گفته است که مذاکرات دوحه از ابتدا برای واگذاری افغانستان به طالبان طراحی شده بود، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان قادر به مقاومت در برابر طالبان نبودند. اعدام دو شهروند افغان در ایران. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی دو شهروند افغانستان به ضمن حمله به شاهچراغ شیراز در ملای عام اعدام شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این حاکم صبح روز شنبه از سوی قوه قضاییه ایران در شهر شیراز اجرا شده است. در حمله سال گذشته مهاجمان مسلح بر زیارت شاهچراغ که مقامات ایران آن را به گروه داعش نسبت داده بودند، 13 تن جان باخته و 40 تن دیگر زخم برداشته بودند. عامل اصلی این رویداد در پی برداشتن جراحات شدید جان باخته بود. قوه قضاییه ایران که در پرونده افراد دخیل در حمله به زیارت شاهچراغ چند ماه پیش حکم صادر کرده بود، 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده به نامهای محمد رحمانی، مصطفی جان امانی و حمیدالله کابولی را به 5 تا 25 سال زندان محکوم کرده است. خودکشی یک دختر جوان در پکتیکا. منابع محلی در ولایت پکتیکا میگویند که یک دختر جوان در ولسوالی سروزه این ولایت خودکشی کرده است. این رویداد چاشت روز جمعه در روستای مارزکوی این ولسوالی رخ داده است. دختر 22 ساله که هویتش فاش نشده با شلیک گلوله تفنگچه به زندگیش پایان داده است. منبع افزوده است که این دختر پس از مشاجره لفظی با اعضای خانواده‌اش خودکشی کرده است.
این در حال است که آمار خودکشی و قتل ناشی از خشونت‌های خانوادگی اخیراً افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد یک مرد همسرش را در شهرک عین المعینه قندهار کشته بود. دیدار حامد کرزی با وزیر خارجه جرمنی در مورد آموزش دختران در افغانستان. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده است. در یک اعلامیه که توسط دفتر آقای کرزی نشر شده آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بربوک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خوانده است. در گزارش همچنان گفته شده است که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین الافغانی نیز تبادل نظر کردند. این همه در حال است که طالبان هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پوهنتون ها را نیز منع قرار دادند. پناهجویان افغان با نوشتن نامه سرگشاده در پاکستان خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوط حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است تا به مشکلات آنان رسیدگی کند. این نامه که از سوی شورای مهاجرین افغان در پاکستان نوشته شده و به گفته این شورا صدها افغان در آن امضا کردن روز گذشته به اداره های مربوط فرستاده شده است. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این مورد بر رسانه ها گفت آنچه که بر مهاجرین از سوی پلیس در پاکستان اعمال می شود در داور است. ما جلسه داشتیم و نامه سرگشاده نوشتیم و به کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه کردیم و تصمیم داریم این نامه را همچنان به شکل حضوری به ارگان‌های مربوط برسانیم تا مشکلات مهاجرین افغان را کاهش دهند و یا زمینه زیست بهتر آنها در پاکستان فراهم شود. و حمله انتحاری به یک پایگاه پلیس در زاهدان ایران. رسانه‌های ایرانی از حمله مسلحانه به کلانتری 16 زاهدان در نزدیک مسجد مکی شهر زاهدان خبر دادند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که صبح امروز شنبه 17 سرطان تعداد افراد مسلح به کلانتری 16 واقع در جنوب مصلی اهل سنت زاهدان حمله کردند. در گزارش آمده است که این افراد مجهز به کمربند انتحاری بودند که دو نفر اقدام به انفجار کردند. در همین حال دادستان سیستان و بلوچستان ایران گفته است که یک نیروی کلانتری کشته شده است. در گزارش خبرگزاری تسنیم همچنان آمده است که همین اکنون صدای درگیری در اطراف کلانتری به گوش می رسد. برخی منابع از تلاش مهاجمان برای ورود به کلانتری از طریق انفجارهای انتحاری خبر دادند.